نواخته. جا به جاییش اول 10 متر با سرعت 2 زمانش میشه 5 ثانیه. این 5 ثانیه مال این یکی دیگه، همینجوری میگم زمان این میشه 5 ثانیه. اینا رو باید بنویسی هم برای تو امتحان ترم. میشه 20 به 4 اینم میشه 5 ثانیه. مال این 30 به 6 اینم میشه 5 ثانیه. 3 تا 5 ثانیه رفته، یعنی جمعا 15 ثانیه. 60 به 15 میشه 4 به سادگی. البته این یه ذره باز خدا وکیلی حالا پرکارتر از قبلی بود، به دو نمره میارزید. سال بعدی یکی از سوالات خیلی معروف در دینامیکتون که به احتمال زیاد تو امتحان ترمتون هم میاد، آسانسور تو کنکورم هر سال میاد. آسانسور اگر دیدی فرمول نمیخواد، شما کافیه که قانون دوم نیوتن بنویسی. من تو کلاسم هم که توضیح میدادم گفتم به هیچ وجه فرمول براش حفظ نکنید، همون فقط قانون دوم نیوتن بنویسید کافیه. میگه اگه شخصی در اون آسانسور روی ترازو ایستاده، ترازو همیشه N رو نشون میده، نیروی عمودی سطح، که این نیرو در حالات بسیار ساده با وزن واقعی یعنی MG برابره، اما در حالت کلی با هم برابر نیستن. وقتی آسانسور به سمت پایین شروع به حرکت میکنه، این شروع به حرکت، این باید باز بگه از حال سکون شروع به حرکت، این جا افتاده یا به قرینه معنوی شاید حذف کرده، ولی اگه بخوایم استاندارد باشه باید حتما بگیم. منظورش اینه که به صفر صفر بوده و وقتی هم داره میره پایین پس حرکتش تند شونده است، پس حرکت این آسانسور به صورت تند شونده رو به پایینه. ترازو نسبت به وزن شخص خودش میگه کمتر نشون میده. ببین عددی که ترازو نشون میده N، بهش میگن وزن ظاهری یا نیروی عمودی سطح. وزن واقعی MG، خودش داره میگه N، عددی که ترازو نشون میده نسبت به وزن واقعی شخص کمتره. آن نه ببخشید، میگه کمتره یا بیشتره؟ میپرسه، معذرت میخوام، میگه چیه؟ میگه کمتره یا بیشتره؟ اینو باید توضیح بدی؟ بعدم باید توضیح بدیم که چیه. خب جا نداریم، من یه دونه صفحه سفید میارم، فقط یادتون باشه که این آسانسور داره میره پایین به صورت تند شونده، چون از حال سکون وقتی شروع میکنه باید سرعت زیاد شه، تند شونده است دیگه. بسیار خوب، ببینید یه شکل میکشم براتون. این اتاقک آسانسوره که یا میره بالا یا میره پایین، که اینجا خود سوال میگه میره پایین. میره پایین یعنی جهت سرعت این رو به پایینه. ترازو کف آسانسوره. یه شخص روی این ایستاده. شما اولین کاری که در حل سوالات استاتیک و دینامیک، استاتیک یعنی تعادل، دینامیک یعنی دینامیک دیگه یعنی حرکت، خب در این فصل انجام میدید رسم نیروهاست. نیروها رو باید بکشید. چه نیروهایی به این شخص وارد میشه؟ یه دونه نیروی انجی داره که میدونی این نیرو رو کره زمین که ما به اختصار بهش میگیم زمین به شخص وارد کرده. یه دونه نیروی N داره که این نیرو رو سطح تکیهگاه، اینی که زیر پای منه سطحه، سطح یعنی تکیهگاه، با زمین فرق داره. عوام اینو به اشتباه میگن سطح، میگن چقدر زمین کثیفه، چقدر زمین خیسه، چقدر زمین سره. این زمین نیست، در فیزیک این اسمش سطحه، تکیهگاه. وقتی میگی زمین یعنی کره زمین. کره زمین نیرویی که به جسم وارد میکنه MG، وزن واقعیه. نیروی که سطح تکیهگاه به من وارد میکنه عمودیش N، افقیش استکاکه. یعنی سطح دو نیرو به جسم وارد میکنه، یه دونه عمودی نیروی N وزن ظاهری، یه دونه افقی نیروی استکاک. که اگه یه موقع گفتن کلن چه نیروی وارد میکنه، یعنی نیروی که سطح به جسم وارد میکنه یعنی R، باید بری بین این دوتا برایند بگیری، میشه رادیکال N2 به اضافه F2. حالا چرا اینجوری؟ چون برام عمودن برایند دو بردار عمود بر هم، میشه رادیکال N2 به اضافه F2 دیگه. حالا اینجا که استکاک نداره ما این N. حالا ببین به این کار نشوش، فعلا دو تا نیرو این داره. اگه آسانسور بره بالا یعنی N از MG بیشتره، یا لااقل حالا اگرم N از MG بیشتر نیست، باید وقتی میخوای سیگما F بنویسی، سیگما F مساوی MA، این سیگما F رو چجوری مینویسی؟ نیروهایی که در جهت حرکتن مثبت بذار، خلاف جهتن منفی بذار. اگه گفتیم میره بالا اینو میذاری N منای MG، اگه گفت میره پایین میذاری MG منای N. تمام. من نمیدونم چه فرمولی بی خودی ما میریم حفظ میکنیم، حفظ نکنید لطفا. شخص داخل آسانسور دو تا نیرو داره، یه دونه ام جی داره کره زمین بهش وارد کرده، یه دونه ان داره تکیهگاه، کس دیگه ای هم نیست بهش نیرو وارد کنه. این دو نیرو اگه گفتیم میره بالا میشه ان من ام جی سیگما اف، نیرویی که در جهت حرکت مثبت خلاف جهت منفی. اگه گفت میره پایین ام جی من ان. خب این الان گفته میره پایین، اگه میره پایین این نیرو در جهت مثبت، این خلاف جهت منفی، پس بنابراین سیگما اف میشه ام جی من های ان. این آ
شتاب آسانسور، اگه گفت تند شونده است مثبت میذاری، اگه گفت کند شونده است منفی میذاری، که اینجا خودش گفته بود چیه این؟ تند شونده است، یعنی یه عدد مثبته. خب حالا الان اینو باید شما توضیح بگی که قانون دوم رسم شکل اسمش دیاگرام آزاده، بگی به این شخص داخل آسانسور دو نیرو وارد میشه، نیروی N از طرف سطح یا کف آسانسور، نیروی NG از طرف زمین. اینا رو توضیح بنویس دیگه، هرچی بیشتر بنویسی بهتر. خب بعد با توجه به قانون دوم نیوتن، این نیرو در جهت حرکت